سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. بینندگان، حتما دیشب بحث تلویزیونی خانم کلینتون و آقای ترامپ را مشاهده کردید. من نمیخوام درباره بحث دیشب صحبتی کرده باشم. برای شخص من در واقع صحبتهایی که دیشب شد با 50 سال سکونت در آلمان تعجب آور بود. ولی اجازه بدید به مواضع جمهوری خواهان بپردازیم. بینندگان عزیز، امروز جمهوری خواهان سرشناس بانام و بینام در واقع دارن اشک تمساح میریزن و چنین مطرح میکنن که از سخنان آقای ترامپ در ویدیویی که باعث تحقیر زنان شده ناراحتن و بعضی ها ادعا میکنن که مریض شدن. یکی از اون شخصیت های برجسته جمهوری خواه پال راینه که میگه با دیدن این ویدیو مریض شده. تد کروز، کسی که در مسابقات انتخاباتی ریاست جمهوری یعنی خواهان جنگ با کشورهای مانند سوریه بود و چنین مطرح میکرد که خاک سوریه و شنهای سوریه را به آتش خواهد کشید و چند هفته پیش وفاداری خودش را با آقای ترامپ اعلام کرد، چنین مطرح میکنه که صحبت‌های آقای ترامپ و تحقیر آقای ترامپ نسبت به زنان قابل عذرخواهی نیست. امروز تعداد زیادی از جمهوری خواهان سرشناس خواهان اون هستند که آقای ترامپ برکنار بشه، یعنی کنارگیری بکنه از مبارزات انتخاباتی. بینندگان، باید اینجا به این مطلب اشاره بکنیم چه بازی مشمعز کننده ای را جمهوری خواهان بازی میکنن و چه اطلاعات و چه ادعاهای توخالی را امروز مطرح میکنن. جمهوری خواهان یک سال تمام میدونستن که این شخصیت چه شخصیتی است. آقای کالین پاول وزیر امور خارجه سابق آمریکا چنین مطرح میکنه که ترامپ ننگ ملی است برای آمریکا. جمهوری خواهان تحقیر ترامپ را نسبت به خانوما در یک سال پیش تا کنون چندین بار مشاهده کرده بودند. اونا مشاهده کرده بودند که چگونه ترامپ معلولین را تحقیر میکنه. تحقیر مهاجرین به نام مارهای سمی از جمله های آقای ترامپ. تهدید دنیا با بمب اتمی ترامپ هنوز مطرح میکنه که گزینه اتمی رومیز قرار خواهد داشت اگه او رئیس جمهور بشه. ترامپ در میکروفون های انتخاباتی خودش نسبت به کسانی که تظاهرات میکردند بر علیه او چنین مطرح میکنه که سیلی محکمی به گوش آنها خواهد نواخت. شخصی که باید به عنوان رئیس جمهور محافظ قانون اساسی آمریکا باشه، یعنی آزادی عقاید، چنین مطرح میکنه که سلی محکمی به گوش تظاهر کنندگان خواهد زد. بینندگان، جمهوری خواهان فرصت کافی در این یک سال داشتند که بدونن با چه شخصیتی روبرو هستند. ولی به یک باره امروز جمهوری خواهان سرشناس همه شوکه شدن. همه اظهار میکنن، میگن که شوکه شدن از دیدن ویدیوی آقای ترامپ نسبت به خانوم ها. یعنی کسانی شوکه شدند که خود آنها در کنوانسیون جمهوری خواهان هورا کشیدند و ترامپ به عنوان کاندید ریاست جمهوری انتخاب کردند. امروز خواهان کنارگیری او هستند، ولی در چند هفته آینده چنین چیزی امکان نداره و بحث دیشب نشون داد که ترامپ با تمام قوا سعی میکنه بمونه و انتخابات رو ببره و رئیس جمهور بشه. امروز جمهوری خواهان بینندگان عزیز نمیتونن چنین ادعا بکنن که اونها در گذشته با ترامپ سر و کاری نداشتن. امروز ادعای چنین مطرح میکنن. به نظر من امروز جمهوری خواهان هزینه عادلانه ای را برای حمایت خودشون از ترامپ خواهند پرداخت. به نظر من اگه آقای ترامپ با شیطان هم پیمان نباشه و پیمانی نبسته باشه، نباید در انتخابات برنده باشه و رئیس جمهور بشه. و جمهوری خواهان در انتخابات ایالتی قراره که 1/3 نمایندگان سنا
در انتخابات 8 نوامبر دوباره انتخاب بشن و این امکان وجود داره که جمهوری خواهان شکست وحشتناکی در انتخابات سنا بخورن و این در واقع همون مجازات عادلانه است یا هزینه عادلانه است که جمهوری خواهان برای حمایت خودشون از ترامپ میپردازن و به نظر من این بسیار بسیار عادلانه خواهد بود. بینندگان عزیز، مطلب دیگری که میخوام دربارش صحبت بکنم، موضوع دیگری که میخوام دربارش صحبت بکنم، جنگ فراموش شده یمن. بینندگان عزیز، میدونین که در 2 روز پیش در اثر حملات شدید عربستان سعودی به پایتخت این کشور یعنی شهر سنا، در حدود 140 نفر از مردم غیر نظامی در یک مراسم عزاداری به قتل رسیدند. در حدود 550 نفر شدیداً مجروح شدند که عده زیادی به احتمال قوی فوت خواهند کرد. سازمان ملل متحد در آماری که میده چنین مطرح میکنه که در حملات هوایی عربستان سعودی به یمن تا به حال بیش از 10,000 نفر کشته شدند که اکثر اونها غیر نظامی هستند. بینندگان عزیز، قبلا بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد عربستان سعودی را در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار داده بود به خاطر اینکه در حملات عربستان سعودی به مدارس تعداد زیادی اطفال و شاگردان مدارس به قتل رسیدند. ولی عربستان سعودی همیشه از اهرم پولی استفاده میکنه و تهدید کرد سازمان ملل متحد که پولهای سازمان ملل متحد پرداخت نخواهد کرد. عربستان سعودی چنین تهدید کرد که 57 کشور اسلامی که زیر نفوذ عربستان سعودی هستند سازمان ملل متحد را تحریم خواهند کرد. این تهدیدی بود که عربستان سعودی کرد و با این تهدیدها آقای بانکیمون در واقع عربستان سعودی را از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج کرد. عربستان سعودی آمریکا را هم تهدید میکنه. عربستان سعودی آمریکا را تهدید به این کرد که 750 میلیارد دلار دارایی های عربستان سعودی را از آمریکا خارج خواهد کرد. و میدونین با این وجود عربستان سعودی نتونست جلوی مصوبه قانونی کنگره را بگیره که این مصوبه قانونی به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر اجازه میده که به دادگاه های آمریکا بر علیه عربستان سعودی شکایت بکنن. آقای اوباما این مصوبه قانونی کنگره را ویتو کرد ولی کنگره و سنا موفق شدند با 2/3 آرا ویتوی آقای اوباما را خنثا بکنن. بینندگان عزیز، توجه بکنید به صحبتایی که گاردین یعنی این روزنامه انگلیسی 2 روز پیش در رابطه با عربستان سعودی در یمن انجام میده. گاردین چنین مطرح میکنه که 1/3 حملات هوایی عربستان سعودی به مدارس، درست میشنوید، به مدارس، بیمارستان ها، مساجد و اماکن غیر نظامی است. بینندگان عزیز، 1/3 حملات. گاردین در اینجا آماری را منتشر میکنه که من از این آمار امروز صحبت میکنم. گاردین 2 روز پیش مینویسه که از مارس 2015 تا کنون، یعنی در مدت 19 ماه گذشته، عربستان سعودی 8600 بار به یمن حمله هوایی کرده و در حدود 40% از این حملات هوایی یعنی 3158 حمله هوایی به مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد، مجالس عروسی، مجالس عزاداری بوده. بینندگان عزیز، و متاسفانه آمریکا سکوت میکنه در رابطه با این جنایت جنگی که عربستان سعودی در یمن انجام میده، یا آمریکا انتقادات بسیار کمرنگی انجام میده که این انتقادات به زودی فراموش میشن. ولی هیچ زمان آمریکا تا به حال این جنایت جنگی عربستان سعودی در یمن رو محکوم نکرده. و در رابطه با حمله شنبه 2 روز پیش عربستان سعودی، آمریکا چنین مطرح میکنه که در رابطه خودش با عربستان سعودی تجدید نظر خواهد کرد و آمریکا چک سفید به عربستان سعودی نداده. آمریکا، بینندگان عزیز، در سوریه زمانی که نیروهای بشار اسد و حتی روسیه به بیمارستان ها حمله میکنن و تخریب میکنن، اون تا
تخریب و جنایت جنگی در سوریه مینامه و خواهان پیگیری این جنایت‌های جنگی در سوریه است. طبیعتاً بمبارانانی که فشارات بمبارانهایی که بشار اسد در سوریه در تخریب بیمارستان‌ها و مدارس می‌کنه، بینندگان عزیز، اینها جنایت جنگی هستند و آمریکا حاضر تا پای جنگ با روسیه در سوریه پیش بره و از جنایت جنگی صحبت می‌کنه. ولی عملیات عربستان سعودی در یمن، اونها هم جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشری هولناکی هستند که در مورد اونها سکوت میشه، بینندگان عزیز، و آمریکا صحبتی از اون نمی‌کنه. اجازه بدین من اشاره به چند آمار بکنم. در سال 2015، در سال گذشته، عربستان سعودی از آمریکا به مبلغ 9 میلیارد و 300 میلیون دلار اسلحه خریده. در چند سال گذشته، در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما، عربستان سعودی در حدود 160 میلیارد دلار از آمریکا اسلحه و تسلیحات خریداری کرده. همین چند روز پیش بود که آقای اوباما قانون جدیدی را امضا کرد که عربستان میتونه 1 میلیارد دیگه از آمریکا تسلیحات خریداری بکنه. بنابراین اعلام این که ما در سیاست خودمون تجدید نظر خواهیم کرد، این منظور به چه منظوری است؟ آیا آمریکا میخواد دیگه به عربستان سعودی تسلیحات نده؟ من به این امر معتقد نیستم، بینندگان عزیز. رئیس جمهور سابق آمریکا آیزنهاور در سال 1961 در اواخر دوره ریاست جمهوریش زنگ خطری را به صدا در میاره و چنین مطرح میکنه که مجتمع صنایع نظامی آمریکا نفوذ زیادی امکان داره در دولت آمریکا به وجود بیارن و این خطر بزرگی برای سیاست خارجی آمریکا و سیاست داخلی آمریکا خواهد بود. خب ما میدونیم هرچی بحران در منطقه تشدید بشه، این صنایع نظامی هستن که سود بیشتری میبرن، بینندگان عزیز. و متاسفانه امروز باید نتیجه گرفت که سخنان آیزنهاور رئیس جمهور سابق آمریکا به واقعیت امروز تبدیل شده. بینندگان، من در هفته گذشته روز جمعه قول دادم که امروز درباره افغانستان و بحرانی که افغانستان رو در بر گرفته صحبت بکنم. میدونین که در هفته گذشته، تقریبا روز سه‌شنبه گذشته، در بروکسل پایتخت بلژیک یک نشستی انجام شد که 70 کشور جهانی در اون شرکت کردند و اونها قول کمک مالی به افغانستان رو در حدود 15 میلیارد و 200 میلیون دلار در 4 سال آینده دادن، بینندگان. یعنی جامعه جهانی قول داد که به دولت افغانستان برای بازسازی افغانستان 15 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگه در 4 سال آینده کمک بکنه. امروز آمریکا و کشورهای ناتو متاسفانه در افغانستان در باتلاق عظیمی فرو رفتن که نمیدونن چگونه از این باتلاق خارج بشن. فساد دولتی در افغانستان سیستماتیک، بینندگان. ارتش افغانستان ناکامه که با نیروهای طالبان مبارزه بکنه و روز به روز نیروهای طالبان در افغانستان در حال پیشروی هستند. به این آمار رسمی دولت افغانستان و کشورهای ناتو توجه بکنید. 370 شهر و ناحیه در افغانستان وجود داره که نیمی از آنها در اختیار دولت قرار داره. یعنی از 376 شهر 186 شهر و ناحیه در کنترل دولت افغانستان قرار داره و نیم دیگر در اونجا زد و خورد بین دولت و نیروهای طالبان وجود داره. یعنی در نیم کشور در واقع طالبان قدرتمند هستن. 1/3 کشور افغانستان در تصرف طالبان، بینندگان عزیز. در جنوب و شرق افغانستان، یعنی مناطق پشتون نشین، 80% مناطق در کنترل طالبان قرار داره. آمریکا و ناتو تا به حال چنین مطرح کردند که یک ارتش بسیار مدرن 320 هزار نفری در افغانستان تشکیل دادن که این ارتش قادر امنیت کشور افغانستان رو تامین بکنه. آمریکا چنین مطرح میکنه که در چند سال گذشته تا کنون 68 میلیارد توجه بکنین 68 میلیارد دلار برای تشکیل این ارتش
پرداخت کرده، هزینه کرده. و کشورهای دیگر ناتو که در جنگ افغانستان شرکت داشتند در حدود 40 میلیارد در واقع به این ارتش نو کمک کردند، یعنی جمعاً در حدود 108 میلیارد دلار برای تشکیل ارتش افغانستان کشورهای ناتو و آمریکا هزینه کردند. حالا توجه بکنین به سخنان بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، سخنان بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در روز 7 اکتبر امسال، یعنی 3 روز پیش. بازرس ویژه آمریکا چنین مطرح میکنه که 10,000 سرباز خیالی در افغانستان وجود داره. 10,000 سرباز حقوق بگیرن، در لیست حقوق قرار دارن ولی وجود خارجی ندارن. حقوق اونها به جیب سیاستمداران فاسد و ژنرال های فاسد افغانستان ریخته میشه. بینندگان عزیز، اینا سازمان بازرسی ویژه آمریکا مطرح میکنه. در سال گذشته در افغانستان در حدود 8,000 سرباز به قتل رسیده، بیشتر از 8,000 زخمی شدند و تعدادی بیش از 10,000 نفر از سربازان متواری شدند و به طرف طالبان رفتن. بینندگان، این یک واقعیته که امروز من مطرح میکنم. در واقع نیمی از ارتش 320 هزار نفری ارتش افغانستان، نیمی از سربازان ارتش افغانستان وجود خارجی ندارن و سربازان خیالی هستن. بینندگان عزیز، به طور مثال این سازمان بازرسی ویژه آمریکا چنین مطرح میکنه که در استان هلمند در جنوب افغانستان که جنگ شدیدی بین دولت افغانستان و طالبان در جریانه، نیمی از سربازان وجود خارجی ندارن، یعنی وجود ندارن، اسمشون در لیست هست به عنوان سرباز ولی در جنگ ها نیمی از سربازان شرکت نمی کنن. این صحبتی است که سازمان بازرسی ویژه آمریکا میکنه. در واقع ارتش پوشالی در افغانستان به وجود آمد و این ارتش نتونست حتی در 2 حمله طالبان به قندوز در مقابل اونها ایستادگی بکنه. باید به این مطلب اشاره بکنم که در قندوز 10,000 نفر از ارتش در شمال شهر افغانستان، در شمال کشور افغانستان در قندوز 10,000 نفر سرباز دولتی در اونجا مستقر هستند و اونا نتونستن در روزهای گذشته در مقابل بیش از 200 نفر نیروهای طالبان که با پای برهنه و سلاح‌های سبک حمله کرده بودند در واقع موفق بشن. ارتشی که مورد حمایت آمریکا و ناتو است. بینندگان عزیز، این ارتش پوشالی است، همون ارتش پوشالی است که در عراق در واقع نیروهای آمریکا به وجود آوردن و ادعا کردن در عراق 40 میلیارد دلار خرج ارتش 250,000 نفری عراق کردن و اون ارتش عراق نتونست در حمله ای که داعش به موصل کرد، یعنی 1,000 نفر داعشی به موصل کردن، در مقابل اونها ایستادگی بکنه و بعد از چند ساعتی این ارتش در واقع فروپاشی کرد. بینندگان عزیز، فساد دولتی در داخل دولت افغانستان سیستماتیک. بینندگان، مافیای مواد مخدر در دولت افغانستان نقش اساسی داره. امروز در افغانستان سالانه هزارها تن تریاک تولید میشه. ارزش این تریاک در حدود 10 میلیارد دلاره که به جیب مافیای جهانی و مافیای افغانستان میرسه و این افراد در دولت افغانستان نقش دارن. بینندگان عزیز، دولت‌های ناتو و کشور آمریکا چنین مطرح میکنن که در سالهای گذشته در حدود 500 میلیارد دلار کمک مدنی، یعنی برای بازسازی افغانستان، به دولت افغانستان کردن. 500 میلیارد دلار. و خود دولت‌های خارجی اذعان میکنن که 1/8 این پول‌ها به کانال‌های فساد رفته، یعنی 70 میلیارد دلار مفقود شده. این ارقامی است که خود ناتو و آمریکا مطرح میکنه. سازمان بازرسی ویژه آمریکا چنین مطرح میکنه که 16 هواپیمای آمریکایی که هدیه دولت افغانستان بودند به ارزش 486 میلیون دلار توسط دولت مردان فاسد به مبلغ 32 هزار دلار، فقط 32 هزار دلار به فروش رسیدند. پول عظیم به جیب چه کسانی رفته؟ بینندگان عزیز،
سازمان بازرسی ویژه آمریکا چنین مطرح میکنه که بازسازی افغانستان با شکست روبرو شده. همکنون در افغانستان 10 میلیون مردم در فقر مطلق زندگی میکنند. 50% مردم بیکارن، جوانان افغانستان بیکارن، بینندگان. 70% بیسوادی وجود داره. میلیون ها انسان آماده مهاجرت از افغانستانه. فقط در سال گذشته 215,000 نفر از جوانان افغانستان وارد اتحادیه اروپا شدند و امروز آمریکا و ناتو مجبورند که به افغانستان کمک بکنن، با اینکه اونها شرایط افغانستان رو به خوبی میشناسن. بینندگان عزیز، امروز کشورهای جهانی در رأس اونها آمریکا به افغانستان یک بار دیگه قول میدن که 15 میلیارد و 200 میلیون دلار در 4 سال آینده به افغانستان کمک مالی بکنن، در حالی که میدونن که بخش عظیمی از این پولها به کانالهای فساد خواهد رفت. ناتو و آمریکا در واقع چاره دیگری در افغانستان ندارن، زیرا در غیر این صورت این طالبان خواهند بود که پیروز خواهند شد و این القاعده خواهد بود که افغانستان را یک بار دیگه به مرکز تاخت و داز تروریستی خودش تبدیل خواهد کرد. بینندگان، در چند ماه پیش در نشست کنفرانس ناتو در لهستان، ناتو تصمیم گرفت که نیروهای ناتو را در سالهای آینده برای مدت غیر محدود، نامحدود، محدود در افغانستان باقی بگذاره، نگه داره. قبلا چنین مطرح بود که نیروهای ناتو در سال 2016 و نیروهای آمریکا در آخر سال 2016 از افغانستان خارج خواهند شد. ولی این تصمیم ناتو در لهستان سندی بر این است که در واقع سیاست نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان با شکست روبرو شده. ناتو و کشورهای جهانی مجبورند پول زیادتری را به دولت افغانستان بپردازند و امید دارند شاید در افغانستان معجزه ای اتفاق بیفته. بینندگان عزیز، من 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم و سعی میکنم کوتاه درباره سوریه صحبت بکنم. میدونین که در 2 روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد 2 قطعنامه وجود داشت که هر 2 قطعنامه مورد وتو قرار گرفت. قطعنامه اول توسط فرانسه بود و در اون قطعنامه آمده بود که در شمال سوریه در مناطق حلب و ادلیب، استانهای حلب و ادلیب، باید منطقه پرواز ممنوع به وجود بیاد. خب طبیعتاً روسیه اینو وتو میکرد و وتو کرد. قطعنامه دیگر قطعنامه روسیه بود که در آن چنین آمده بود که نیروهای القاعده یعنی جبهه النصرت از حلب خارج بشن و همزمان نیروهای بشار اسد و ارتش روسیه حملات خودشونو به حلب قطع بکنن. این در واقع پیشنهادی بود که نماینده ویژه سازمان ملل متحد دموستورا مطرح کرده بود. دموستورا معتقد بود که باید نیروهای القاعده از حلب خارج بشن و همزمان روسیه و بشار اسد حملات خودشونو به حلب قطع بکنن و این قطعنامه هم مورد وتوی فرانسه قرار گرفت و هر 2 قطعنامه در واقع با شکست روبرو شد. بینندگان، بنابراین جنگ در سوریه ادامه خواهد داشت و راه حل سیاسی وجود نداره تا زمانی که من امروز با شما صحبت میکنم. بینندگان، فرصت برنامه من همینجا به پایان رسیده. تا برنامه آینده، بدرود.